سرخط خبرها. حملات دوباره صهیونیست ها به جنوب لبنان. تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا. شلیک موشک بالیستیک توسط کره شمالی. برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین نداریم. حمله پهپادی مقاومت عراق به بندر اشغالی ایلات. به کانال انفو تیوی خوش آمدید. حملات دوباره صهیونیست‌ها به جنوب لبنان. رسانه‌های محلی بامداد امروز از تکرار تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت رسانه‌های محلی بامداد چهارشنبه از تکرار تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند. شبکه المیادین در خبری فوری گزارش داد که توپخانه اشغالگران حومه شهر کرامیا را گلوله باران کرده و نظامیان صهیونیست نیز در حال شلیک منور بر فراز شهرک ایتا آلشب هستند. از سوی دیگر، خبرگزاری لبنان نوشت جنگنده های دشمن به شهرک الزهیره در بخش غربی جنوب کشور حمله کردند. ساعتی بعد نیز خبرنگار شبکه الجزیره از جنوب لبنان خبر داد که شهرک شبعانیز مورد اصابت تجاوز هوایی اشغالگران قرار گرفت. این در حالی است که پیشتر مقامات و سازمان‌های آمریکایی به رژیم صهیونیستی هشدار دادند که عواقب ورود به یک جنگ تمام عیار با جنبش مقاومت اسلامی لبنان بسیار سنگین خواهد بود. صهیونیست‌ها از زمان اجرای عملیات طوفان الاقصی توسط رزمندگان جنبش مقاومت حماس در تاریخ 7 اکتبر 2023 علاوه بر نوار غزه به مناطق جنوب لبنان نیز حملات توپخانه‌ای و هوایی انجام می‌دهند. جنبش مقاومت اسلامی لبنان نیز در حمایت از عملیات طوفان الاقصی پایگاه‌های نظامی صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. حزب الله همواره تاکید کرده است که این حملات در حمایت از مردم غزه و نیروهای مقاومت فلسطین انجام شده و تا زمان تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. خبر دوم. تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا. وزارت دفاع روسیه از تماس تلفنی لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با آندری بلوسوف همتای روس خود خبر داد. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. وزارت دفاع روسیه از تماس تلفنی لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با آندری بلوسوف همتای روس خود خبر داد. در این بیانیه آمده است که وضعیت اوکراین در این تماس مورد بررسی قرار گرفت و بلوسوف درباره خطرات ارسال تسلیحات آمریکا هشدار داد. پنتاگون نیز درباره این تماس تلفنی گفت که آستین در گفتگو با وزیر دفاع روسیه بر اهمیت حفظ کانال‌های ارتباطی تاکید کرد. این در حالی است که ساعتی پیش دولت آمریکا از صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش و سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه استقبال کرده بود. این در حالی است که مقامات و سازمان‌های آمریکایی به رژیم صهیونیستی هشدار دادند که عواقب ورود به یک جنگ تمام عیار با جنبش مقاومت اسلامی لبنان بسیار سنگین خواهد بود. در این راستا، نشریه فایننشال تایمز شامگاه سه‌شنبه از هشدار واشنگتن به تلاویو مبنی بر محدودیت‌های آمریکا در دفاع از رژیم صهیونیستی در صورت وارد شدن به جنگ علنی با حزب الله خبر داد. این نشریه به نقل از مقامات مطلع آمریکایی از پیام‌های هشدار واشنگتن به تلاویو نوشت: حزب الله یکی از مسلح‌ترین نیروهای غیردولتی در جهان است. منابع دیپلماتیک نیز به فایننشال تایمز گفتند حزب الله و اسرائیل به آمریکا گفتند که خواهان یک جنگ همه جانبه نیستند. از سوی دیگر، اندیشکده واشنگتن نیز در گزارشی گفت که تل آویو متوجه شده که تلفات نظامی و غیر نظامی جنگ با حزب الله بزرگترین تلفات تاریخ این رژیم خواهد بود. در این گزارش آمده است ارتش اسرائیل هیچ توهمی در مورد معنای جنگ با حزب الله ندارد و می‌داند که ممکن است پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ آن باشد. اندیشکده واشنگتن توضیح داد، اسرائیل طرفی است که تحت فشار برای تغییر وضعیت موجود در جنوب لبنان و تسهیل بازگشت امن شهرکنشینان به شمال است. این گزارش اما تأکید کرد، حزب الله نسبتاً آرام به نظر می‌رسد و عجل‌هایی برای دادن امتیاز ندارد. خبر سوم.
شلیک موشک بالیستیک توسط کره شمالی. ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی گفت که ارتش کره شمالی یک موشک بالیستیک نامعین را به سمت آبهای شرقی شلیک کرده است. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی از شلیک یک پرتاب توسط ارتش کره شمالی به سمت دریای شرقی خبر دادند. ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی در این باره گفت که ارتش کره شمالی یک موشک بالیستیک نامعین را به سمت آبهای شرقی شلیک کرده است. خبرگزاری یونهاپ در این باره نوشت: پرتاب اخیر موشک در بحبوحه تشدید تنش‌های فرامرزی به دلیل ادامه ارسال بالون‌های حمله زباله توسط کره شمالی به سمت جنوب انجام شد. بر اساس این گزارش، کره شمالی آخرین بار در تاریخ سیمی چندین موشک بالیستیک کوتاه برد را به سمت دریای شرق پرتاب کرده بود. پیش از این نیز وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده بود که کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در بیانیه‌های مشترک گسترش همکاری نظامی بین روسیه و کره شمالی را به شدیدترین لحن محکوم کردند. خبر چهارم. برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین نداریم. سخنگوی پنتاگون شامگاه گفت که موضع دولت آمریکا در عدم اعزام نیروی نظامی به اوکراین ثابت و بدون تغییر است. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از وزارت دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره تصمیم واشنگتن برای اعزام نیروی نظامی به میدان جنگ در اوکراین را رد کرد. پاتریک رای در سخنگوی پنتاگون طی نشست خبری گفت: ما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای آمریکایی برای جنگ در اوکراین نداریم. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، رای در تأکید کرد: موضع جو بایدن رئیس جمهور و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا درباره این موضوع روشن و ثابت است. روز سه‌شنبه بود که شبکه سی‌ان‌آن به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که کاخ سفید در تلاش است و ممنوعیت استقرار پیمانکاران نظامی آمریکایی در اوکراین را لغو کند. از سوی دیگر، مایکل کارپنتر مدیر امور اروپا در شورای امنیت ملی آمریکا نیز گفت که واشنگتن به اوکراین توصیه می‌کند که نیروهای روسی را با دفاع فرسوده کند. این در حالی است که بامداد چهارشنبه لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با آندری بلوسوف همتای روس خود به صورت تلفنی گفتگو کرد. و در آخر، حمله پهپادی مقاومت عراق به بندر اشغالی ایلات. رسانه‌های صهیونیستی بامداد چهارشنبه از فعال شدن آژیر هشدار در پی نفوذ هواپیمای ناشناس به حریم هوایی بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. رسانه‌های صهیونیستی بامداد چهارشنبه از فعال شدن آژیر هشدار در پی نفوذ هواپیمای ناشناس به حریم هوایی بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. روزنامه دیعوت آهارونوت در این باره گزارش داد که صدای انفجار در بندر اشغالی ایلات شنیده شده و گفته می شود که یک پهپاد رهگیری شده است. با این حال تصاویر منتشر شده از ایلات در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که یک پرتابه به منطقه‌ای در ساحل برخورد می کند. دقایقی بعد گروه مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای گفت که با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به یک هدف حیاتی رژیم صهیونیستی در بندر اشغالی ایلات حمله کرده است. در این بیانیه ضمن تاکید بر تداوم عملیات علیه رژیم اشغالگر آمده است که این حمله در حمایت از مردم نوار غزه در برابر نسل‌کشی آنها توسط صهیونیست‌ها انجام شده است. گروه مقاومت اسلامی عراق پیش از این نیز طی 7 ماه اخیر بارها در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه با عملیات‌های پهپادی مختلف به اهداف مهم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی حمله کرده بود. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.